قاتل واقعی امیر اشیری در سریال گناه فرشته کیه؟ توی این ویدیو با همدیگه میبینیم سلام و درود به همگی خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوب مرشاد فیلم توی این ویدیو میریم سراغ تحلیل و بررسی قسمت دوم سریال حامد انقا که متاسفانه یه اپیزود خیلی معمولی رو به ما نشون داد لطفا چنل مرشاد فیلم رو سابسکرایب کنید و لایک این ویدیو و روشن کردن زنگوله کنارش هم یادتون نره دمتونم گرم بزنید بریم خب این قسمت متاسفانه یه قسمت بسیار معمولی حوصله سربر و پر از جملات کلیشه ای بود همون اول که اپیزود شروع میشه هیچ چیز خاصی نیست که مخاطب رو بگیره حامد تهرانی میره پیش مشفق و ازش میخواد که سر این پرونده کمک کنه بهش که اولش قبول نمیکنه اما در ادامه مشفق قبول میکنه که به حامد کمک کنه خب الان که چی؟ چه چیز خاصی بهمون به اضافه کردی انقاجان، در ادامه هم همچنان چیز خاصی نیست و تقریبا این اپیزود یه اپیزود دیالوگ مهدر بود اون هم نه دیالوگ های فاخر و ماندگار دیالوگ ها و صحبت های کلیشه ای که واقعا فقط حوصله مخاطب رو سر می برد از بیل بورد های تبلیغاتی داخل سریال هم نگم که فکر کنم انقا هم یه پا مهدویان زخم کاری باشه واسه خودش در ادامه هم سکانس زندان زنان رو داشتیم که سوالم از عوامل این سریال اینه که انصافا خودتون روتون شد که همچین سکانسی رو داخل سریالتون جا بدید اینقدر که بی هدف و چیف بود این سکانس و جالب اینجاست که بعد از دیدار حامد و وکیل تسخیری فرشته دوباره سریال رفت به لوکیشن زندان زنان و دوباره یه سکانس بیمعنی دیگه و این قضیه تا آخر این اپیزود ادامه داشت البته جز سکانس بین اماد و امیر اشیری که فلشوک سریال بود و اونجا یک سری اطلاعات مهم از طرف هر دوشون گفته شد و الان میریم سراغ تئوری های این داستان خب حالا بریم سراغ تئوری قاتل امیر اشیری دقیقا در مهمترین سکانس این اپیزود یک سری موارد و فکت ها هم معلوم شد اول از همه اینکه که فهمیدیم اماد پدر حامد تهرانی شخصیت منفی داره و از آدم کشتن هم ترسی نداره و به نظر که به قتل همسرش پروانه هم واقف بوده و حتی ممکنه توش دست هم داشته باشه چون شنیدیم که گفتن داشت به یک سری اطلاعات مهم آگاهی پیدا می کرد. یکی از تهوری های قاتل عشیری به نظرم اماد میتونه باشه که شخصی به اسم جهانگیر همین آقا رو فرستاد تا عشیری رو بکشه علتی هم که براش میتونم بیارم اینه که انگاری قول و قراری بین این دو نفر بسته شد که در ازای مرگ عشیری و خنک شدن دل حامد اماد هم یه کاری بکنه که محتاب و حامد با هم به مشکل بخورن و از همدیگه جدا بشن و محتاب بره با عشق قدیمیش یعنی نوید اشیری اما خب به نظرم این مورد خیلی ساده انگارانه هستش و از روش نمیان یه سریال جنایی بسازن و باید انگیزه های مهمتری وجود داشته باشه حالا به این صحبت های اماد و امیر اشیری چند بار به افرادی اشاره شد که انگار کله گنده تر از این دو نفر هستند و به نوعی با سریای این دو نفرند و بنابراین قتل اشیری میتونه ربط پیدا بکنه به همین آدمای کله گندهتر و یا حتی مانیا که میشه منشی اشیری بعید میدونم که حامد انقا اونقدر فیلم نامش داغون باشه که بیاد اطلاعات کامل قاتل اشیری رو توی همین قسمت دوم لو بده به مخاطب اما یه نکته ای هست که به نظرم خیلی مهمه اونم این که فکر میکنم سریال گناه فرشته در شخصیت پردازی مشکل داره و شاید ما نتونیم تا آخرش با هیچ کدوم یکی از این شخصیت ها ارتباط خوبی بگیریم نه آدم خوبه و به قولی گودمن داستانت گیراست و نه حتی بدمن داستانت انقاجان با اینکه تا الان شخصیت کاملا مثبتی نداشتیم تا اینجا به نظرم این مورد خیلی میتونه به سریال ضربه بزنه اینکه صدای جناب رضوی فوق است در شکی نیست اما من نمیتونم واقعا حس کنم که الان یه شخصیت آدمکش و منفی این نقش رو داره بازی میکنه و به قولی روم تاثیر بذاره یعنی حتی اگه نشه با شخصیت حامد تهرانی شهاب حسینی هم ارتباط گرفت که بهتر همین الان به قول روزنامه کیهان سریالت رو متوقف کنی انقا جان و اما مهمترین مورد به نظرم تا اینجا اینه که به نظرم شخصیت پردازی فرشته مناسب نیست حداقل اونقدر باید شخصیت پردازی خوب باشه که آدم برای زندان رفتنش هم ناراحت بشه یکی از باگهای سریال گناه فرشته تا اینجا این هستش که مگه فرشته نمیگه یه چیزی رو به سرم کوبیدن قبل مرگ عشیری خب پس چرا نمیرم پزشکی قانونی و دادگاه در این مورد تحقیق بکنه خیلی عجیبه واقعا ببینید الان فرشته به نظر آدم بیگناهی میاد و با نقشه و توتعه میخوان بفرستنش بالای دار پس ما باید خیلی دلمون واسش بسوزه دیگه طبیعتا حداقل واسه من یکی اینطور نیست و نمیتونم با این شخصیت همزاد پنداری کنم چرا؟ چون که شخصیت پردازی مناسبی در مورد کاراکتر فرشته صورت نگرفته امیدوارم که در ادامه واقعا این مورد بهتر بشه با این همه تبلیغات گسترده ای که برای این سریال صورت گرفته واقعا باید بهتر از اینا عمل بکنه نه اینکه صرفا بشینیم دیالوگ های اشخاص رو گوش کنیم در مورد تئوری قاتل این رو هم اضافه کنم که اگه واقعا پدر حامد تهرانی یعنی اماد توی قتل اشیری دست داشته باشه جذابیت سریال از این هم کمتر میشه چرا که توی قسمت دوم با اطلاعات و دیتاهایی که به دست اومد این قضیه تا یه حدی لو رفت باید در ادامه دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد چیزی که از های تبلیغاتی و تیزرهای سریال میشه فهمید اینه که در ادامه حامد تهرانی عاشق موکلش فرشته میشه و کم کم قول اماد به امیر عشیری هم عملی میشه یعنی جدا شدن محتاب از حامد و رسیدنش به عشق قبلیش یعنی نوید عشیری در مورد بازی بازیگرا هم توی این اپیزود باید بگم که همشون معمولی بودن و تقریبا اتفاق خاصی نیفتاد که بخواد چیز خاصی هم داشته باشه دمتون گرم که تا آخر این ویدیو مثل همیشه همراه محشات فیلم بودید امیدوارم که لذت برده باشید لایک این ویدیو و سابسکرایب به چنل محشات فیلم هم یادتون نره تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید داخل کامنت ها هم حتما نظرتون رو راجع به این قسمت بنویسید دمتونم گرم مخلصم